مهربان یاران گرامی، من تقریبا 6 ساله بودم که علاقمند شدم عاشق شاهبانو فرح پهلوی شدم. هنگامی که دیدم این زن اومده مشهد و رفته به جزامخانه مشهد، من اهل مشهدم شما میدونید، من 6 ساله بودم و اون محله رو میشناختم چون در جای واقع شده بود که فامیلای ما در اطرافش خونه داشتن و شاید هفته یه بار از اونجا عبور میکردم برای رفتن به مهمانی ها و به ما میگفتن اینجا این خیابون رو وارد نشید چون جزامی ها اینجا هستن. اون خیابون اونجا موقع میگفتن کوی طلاب و سیمتری و اینها، یعنی حدود 5-6 کیلومتر ته یک خیابونی که اون جزام خونه بود ما اجازه ورود نداشتیم. حتی خود مردم تا ما رو میدیدن اونجا میفهمیدن ما محله نیستیم، میگفتن که برید وای نستید برید، از چند کیلومتر فاصله. من دیدم یک روز شهبانو اومده مشهد با محمد رضا شاه آریامهر. آریامهر ایشون رفته بود در یک محله شهرکی رو میساختن اونجا، اونجا رو افتتاح بکنه و شهبانو گفته بود من میرم به جزامخانه. آقای راجی اون موقع مشاورش بود در این رابطه و شهبانو میره یه تابوی بزرگ رو میشکنه. بعد من تو روزنامه دیدم بابام خونه میخوند و اینا صحبت میکرد که تابوی بزرگ ریزن شکست و رفت با جزامی ها دست داد، نشست، برخاست و گفت جزامی میکروبش منتقل نمیشه. ما که موقعی حرفا رو متوجه نمیشون، اما دیدم این زن چه شجاعتی داره. دیگه ما میرفتیم پشت در، از پشت در از دور اونا رو بعدها نگاه میکردیم. از همونجا بود که احساس کردم این زن یک زن ویژه و استثنایی است. بعد هم که همونطور بزرگ شدیم دیدیم که در کنار دولت هویدا و دولتی که زیر نظر محمد رضا شاه داره میشد، شاهبانو خودش هم یه دولتی داشت و یک بنیادی داشت، یک تشکیلاتی داشت که همه اون تشکیلات، من اینو شرح دادم پیش از این، سالها پیش در روزنامه نیمروز تا یه چند مقاله اینو شرح دادم، اینجا میخوام بهش بپردازم. ولی ایشون در زمینهای مختلف فرهنگی، هنری، آموزشی، مردمی، انسانی، حقوق بشری و دست دیگران رو گرفتن نقش مهمی. من امروز که خامنه ای اومده و مشکلات که برای میهن خودش آفریده و روحانی و دولتش و همشون در این چند سال رو انداخته به گردن شهبانو که و اینا تظاهرات کاریناست و الان خیلی خرسندیم که میان شعار میدن رضا شاه رویت شاد، ما خیلی خوشحالیم. اما نمیدونید امروز من یک سری اسرار میخوام به شما بگم در رابطه با شهبانو عزیز. همین سید علی خامنه ای و خیلی از کسای دیگه اینا حقوق بگیره دفتر شهبانو فرح پهلوی بودن. در این بنیاد افراد زیادی کار میکردن، شاعرهایی که خودشون شاعر خلق میدونن هنوز هم هستن و افراد دیگه خیلی مثل مطهری. بذارین از اول بهتون بگم اینا آقای دکتر حسین نصر تشریف دارن، زنده هستن. امروز با آقای گلپایگانی عزیزم، آقای گلپا، صحبت میکردیم، صحبت ولی شد، فرزند برادرش و اینها، و میگفتن که آره ایشون چند سال پیش اومده بود میخواست بیاد تو رو ببینم اینها، ولی دکتر نصر باید یک سری اسرار رو بگی، باید یک سری اسرار رو بگی. دکتر نصر موجب شد، باعث شد، بانی شد که مرتضی مطهری آخوندک رو که میشناسید ایشون بهش دکترا بدن و بره استاد دانشگاه بشه. علی خامنه ای در بخش های مختلفی که بنیاد داشت فعالیت میکرد و پول حقوق میگرفت از سال 54 به بعد. با هنر که نخست وزیر اینها شد، کتاب های تعلیمات دینی رو زمان محمد رضا شاه میلوشت و آقای بهشتی که اوه با اون ریش و عمامه و بهشتی که کشته شد، ایشون نماینده پادشاه در مسجد هامبورگ بود، اینا همه خودشون کار میکردن. حالا از جمله موارد دیگه این که مثلا گفتگوی تمدن‌هایی که خاتمی اعلام کرد، اینم آقای سید حسین نصر میتونه گواهی بده. این
پروژه دفتر و بنیاد پهلوی، فرح پهلوی بود، مال شهبانو بود. بعدن آقای حسین نصر، نه دکتر نراقی، اشتباه میشه میگن دکتر نراقی، چون خود نراقی همون روزی که این صحبت ها شده بود اومد پیش من پاریس و گفت با آقای حسین نصر و اینا این پروژه ارائه شد به خاتمی به عنوان گفتگوی تمدن ها میخواه کرد. این مال محمد رضا شاه. متوجه میشید؟ الان خیلی ما خرسندیم و خوشحالیم که رضا شاه روحت شد، کسی که ایران رو نو رو ساخت، ایران مدرن رو ساخت، که این آخونده خرابش کردن. دو تا فرزندای محمد رضا شاه، لیلای عزیز، علی رضای عزیز که الان نیستن، پرنسس لیلا و علی رضا که نیست، من دارم میخواد بیشتر از اینها نام ببریم، یادشون رو زنده کنیم، توفو بر کسانی که بگن اینها معتاد بودن و چه، از علم و دانش و هنرشون بگیم. لیلای عزیز من، لیلای گل، لیلای همیشه عاشق ایران و فرهنگ ایران، مولوی را عالی میشناخت. وقتی حرف میزد نصف حرفا شعرای مولوی و حافظ بود. پرنس علیرضا ویولن میزد، بیا و ببین و لذت ببر، هنرمند و میهن دوست. خلد مینوی رو نوشته و تز دکتراش بود، این کتاب باید منتشر بشه، تاریخ ایران باستان میخوند و اینها. عزیزان من، و من اینجا این نکته رو بگم چون من افتخار این داشتم که در پاریس با سرکار خانم فریده دیبا، مادر شهبانو، آشنا شده بودم. بارها هم دیگر میدیدیم با هم صحبت میکردیم، چون اون موقع مثل الان نبود. الان هم البته اینا خیلی خاکی هن، خیلی میان تو مردم اینا. اون موقع بحبوه انقلاب بود، شده بود انقلاب در ایران. وقتی که من برای نخستین بار خانم فریده یه دیوار رو دیدم در ترکادر از فروشگاه گندم میمادم بیرون، الکانمون قبلا گفتم اینا که دودی و اینا زده بودن، گفتم خانم شما چرا خودتون قد گریم کردین میاد بیرون؟ گفت گریم نیست، گفت مردم خیلی به ما توهین میکنن. همین توهین ها رو به شهبانو میکردن، همین توهین ها رو نیروهای چپ و مارکسیست اسلامی که تو فرودگاه های برای برما میسادن امضا جمع میکردن به خانواده پهلوی میکردن. ولی یک مسئله موجب شد که پیش از این که این مسئله مقایسه پیش بیاد بین حکومت محمد رضا شاه و این سه تا، میتونیم بگیم سه تا مسئله موجب شد که شما مردم ایران پی بردید که محمد رضا شاه چه شخصیتی بزرگی. یکی وقتی که لیلای عزیزم از جهان رفت و اینها کشتن، شبی که خاتمی برای دومین بار رئیس جمهور شد، اونجا به ویژه من سیاوش اوستا تا به همراه توسطه و به کمک تنها تلویزیون 24 ساعتی که بود، اون موقع شما میدونید تلویزیون پارس بود به مدیریت برادر مهندس امیر شجره، ما گذاشتیم پشتش و مراسمی که انجام شده بود در خاک لیلا پخشش کردیم. تمام اون مراسم توسط سیستم تلویزیون مهر، تلویزیون ما، فیلم برداری شد با دو تا دوربین. و بعد اونجا از شهبانو من آخرش خواستم که اومدن این مصاحبه کردن، تو مصاحبه با فردی گفتم میکروفون گرفت دستش که شاید شهبانو دلشون نمیخواست دیگه اونجا با ایشون حرف بزنه، ولی به هر حال من که نمیدونستم اون زن با ایشون صحبت کرد که بعدن همین فیلم رو ما با اینکه یک دونهش یک قرون ازش در نیاوردیم، نفروختیم، یه تعدادی زدیم به خانواده پهلوی دادیم، اشرف پرنسس شهبانوی عزیزم و آقای اردشیر زادی و غیره، یک دونش هم ما نفروختیم. شما همتون که در شهر فرهنگ پاریس سالهاست با ما هستید دیدید اونجا ما یک دونه از این فیلم رو نفروختیم، ولی همین خانم رفت در امریکا با کوالیتی بسیار بد فیلم رو منتشر کرد و زد، با اینکه اسم ما شهر فرهنگ پایینش بود قطعش کرده. ولی رو بگذاریم، اون که مسئله است. از هنگامی که این فیلم پخش شد، این مراسم انجام شد، شهبانو با تک تک شماها دست داد، سپاسگزاری کرد، تشکر کرد که شما اومده بودین به گورستان پسی، یک تحول بزرگ به وجود اومد. یعنی میگن خون جان باخته شهید، میگن خون جان باخته کار میکنه، خون لیلا کار کرد، محبوبیت شهبانو رفت اون بالا. نکته دیگه همین مقایسه است که شما کردید و میکنید، و بعد باز کشتن علیرضای عزیزم، این جوان که چکمه خریده بود از پاریس، گفت رضا شاه. حالا ولی سومین مسئله که خیلی مؤثر بود در این روشنگری ها این بود، شهبانو عزیز یک کتاب نوشته بودن، کهن دیارا، که خود بنده
اینجا این توضیح رو بدم که خود بنده از این ما خودمون خیلی کمک کردیم به فروش این کتاب و اکثر شما با امضای شهبانوی عزیز این کتاب از تشکیلات ما دریافت کردید. فرانسه بود و فارسی. من فرانسهش تعداد زیادی گرفتم و شهبانوی رو خواهش کردم اینا امضا کرد و برای شخصیت‌های بزرگ فرانسوی فرستادم. از جیب خودم، یعنی فکر نکن پولاشو خودم دادم فرستادم برای اونا. این نکته اینجا تو پرانتز بگم، چون دیدم توی یوتیوب و این ور اون ور اومدن اینستاگرام یه کامنت هایی نوشتن که سیاوش اوستا مزدور جیرخاور فرح پهلوی، احمق ها. خود شهبانو زنده هستند، دنیا منو میشناسه. من تا کنون یک قرام از هیچ کس پول نگرفتم، یک شاهی نگرفتم، یک شاهی. و برعکس دارم میگم در خدماتی انجام دادم از جیبم هم گذاشتم و روی این موارد. متوجه میشید؟ این افتخار بنده بوده است. افرادی بوده که من معرفیشون کردم فران تلویزیون باشون یک مصاحبه بکنه، اونا الان شدن جیرخار و مزدور همون تشکیلات و اینای غیره. ولی من از هیچ کس، حتی از خانواده پهلوی عزیز، یک ریال نگرفتم در برابر خدماتی هم که حتی ارائه کردم از جیب خودم بود. حالا اونجا میخوام اینو بهتون بگم که این کتاب رو نوشتن کهندیارا و مثلا سناتور آنری کیابه، موقع رئیس جمهور فرانسه، نخست وزیر فرانسه. وقتی که من بینا دادم اینا میخوندن تعجب میکردن که یک سری مسائل رو در رابطه با انقلاب نمیدونستن در رابطه با انقلاب یک سری مسائل. شهبانو همیشه تای این 40 سال تلاش کردن که ایشون به هر طریقی که میتونه توسط رسانه ها ایران رو و ایران شهریار رو زنده نگه دارن. اون اوایل ایشون مصاحبه میکردن، بعد دو سه ماه یه بار با یکی از این مجلات مثل پاریماچ، پواندوو و غیره که مخصوص خانواده سلطنتی بودن مصاحبه میکردن، عکس اینا میداختن، خیلی خوب بود، نشون میداد ایران کی بود اینا. یا حتی مصاحبه خیلی خوب کردن با فردریک میتران، برادرزاده رئیس جمهور فرانسه که الان هم هست، وزیر به توصیه شهبانویشون وزیر فرهنگ سرکوزی شد آقای فردریک میتران. شهبانو از این کار زیاد میکرد که ایران رو خوب نشون بده، ایران رو نشون بده که اون هست نیست. ولی بعدا با تکنولوژی هم پیش رفت. شهبانوست که عامل اصلی این آریامهر سریال مستندی که شروع دو تاش پخش شد دیدید و تمام اون فیلم های دیگه ای که در رابطه با رضا شاه، در رابطه با از تهران تا قاهره، تمام کارهای بسیار خوبی که تلویزیون من و تو در رابطه با محمد رضا شاه انجام داده، همه اسپانسوریزه شده و طرح‌ها و پیشنهادات شهبانو فرح پهلوی است. درود دارم بهش که مزیقه نکرد، یعنی کوتاهی نکرد، پول خوب خرج کرد، کار خیلی خوبی ساخت. اینا دارم میگم به خاطری که بدونید خامنه‌ای من میدونه بعد کجا میسوزه. همین آریامهری که پخش شد، درسته که بنزینم گرون شد، ولی اینا رو بعد بهتون میگم. همچنین که مثلا اینا اومدن اون موقع پوست خربزه گذاشتن شاهنشاه، محمد رضا شاه در همین مصاحبه میگه که حزب رستاخیز رو من ساختم یک اشتباه. از این اشتباهات دشمن میاد زیر پای بعضیا میذاره. زمان محمد رضا شاه گذاشت. الانم امکان داره دوستان بیان زیر پای نظام جمهوری اسلامی بگذارن. این پوست خربزه ای که بنزین روحانی گرون بکنه با موافقت خود علی خامنه ای، اینها نمیدونستن که یک پروژه بود، یه برنامه بود تا ملت رو بریزن بیرون. و ملت هم در اون هنگامی تونسته شد بیاد بیرون که آریامهر پخش میشه، نشون میده چه ستمی به محمد رضا شاه شده، چه ظلمی به این مرد بزرگ شده، چه شخصیتی بوده این انسان. ملت ایران هم خورشید سوار، همه فرزندان کوروش و سیاوش و کاوه فریدونزاده، همه آزاده میان و شما مطمئن باشین نوبار کار اینا رو تموم میکنن. پس سومین کار شهبانی این بود که، البته بهشون بگم پیش از این خب خودشون مصاحبه میکردن با تلویزیون خارجی، اینا تلویزیون های فرانس فارسی زبان خوبی بود، کاری پیشنهاد میشه چون انجام میداد. ولی خب سعی کردن ایشون بارها که مثلا از کانال تلویزیون های دولتی فارسی زبانی که الان هست در رابطه با دوران شاه خاطراتشون اینا فیلم هایی ساخته بشه. ولی من بگم اینجا به شما، همین بعضی آقایون که الان اینجوری هم راه میرن، رئیس فلان تلویزیون بوده فلان بوده، اینها پولای شهبانو رو خوردن، پول گرفتن، قرارداد، حالا قرارداد کتبی امضا نکرد شهبانو بونه، قرار بود این کارو بکنن این کارو بکنن، گفتن آخ از طریق تلویزیون نکنیم، دولت فقیریم هست، خودمون شخصی بکنیم. پولای شهبانو رو بالا کشیدن،
یه 5 دقیقه‌ای مثل کارهایی که من و تو ساخت نتونستن بکنن، ولی اینها حرفه‌ای من و تو اینها رو ساخت و همه تأثیر گذار از فیلمی که در رابطه با رضا شاه ساختن تا کارهای دیگه، اینا همه با پول، بودجه و خاطرات شهبانوست. یعنی جدا از این که چیزای تاریخی درش هست، در این چیز خاطرات، اینا خاطرات خود شهبانوست در میدان حضور داشته. خب افراد دیگه مثل شخصیت‌های مثل آقای آتابای، مثل خود همین آقای امیر صادقی، شخصیت‌های دیگه که حضور داشتند در این تاریخ، اونا هم روایت‌هاشون هست، ولی اکثرا روایت‌های خود شهبانوی عزیزم هست که در اینجا نقل می‌کنه. و من اینجاست که می‌خوام دیگر بار تأکید کنم، وقتی که در سال 1996 من اعلام کردم شهبانو به عنوان نماینده ملت ایران پاشه و برای شکستن تور اختراق جمهوری اسلامی چه بکنه، دیدیم چه جنجالی را افتاد در اون موقع. امروزه نیست شهبانو بود که تونست با ساختن این فیلم ها پشت اینها قرار گرفتن، یه جو نو و جدید و تازه‌ای رو در فضای ایران بیافرین که من مطمئنم این آخر کاره. به قول اکبر گلپاکی میگه دیگه این آخر کاره، این آخر کار این نظام پلید جمهوری اسلامی است عزیزان من. دیگه این آخر کاره. دیگه این آخر کار. آخرین سوت قطار هنوزم یکی پیاده هنوزم یکی پیاده هنوزم یکی سوار دیگه این آخر کار دیگه این آخر کار آخرین فرصت مونده آخرین فرصت مونده برای دیدن یار آخرین فرصت مونده برای دیدن یار. خیلی سخنهای دیگه داشتم که میخواستم در رابطه با شهبانوی عزیز به شما بگم. این زن آزاده، فرهیخته و اندیشمند، یه اندیشمند این زن. ببینید، گوش کردید، دیدید در پیامش چی میگه؟ آخرش میگه با امید دیدار همسر من، دوستان من جمع بودیم تا اینو شنیدن همه گریهشون گرفت. گفتم چطور؟ چون گفتن گریه به خاطر اینکه شبانه داریم که با امید دیدار، یعنی ما رفتنی هستیم به ایران.